کنشگران کویر ایرانی در یادروز جهانی افراد ترنس اعلام کردند جامعه کویر و ترنس به عنوان یکی از دادخواهان خیزش انقلابی به مبارزه با جمهوری اسلامی و ساختارهای تبعیض‌آمیزش ادامه خواهد داد. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. تشکل رنگین کمانان ایرانی شش رنگ و سازمان کویرهای ایرانی سیمرغ در بیانیه اعلام کردند اکنون که با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی جامعه ایران با حرکت به سوی پذیرش حقوق همه گروه‌های به حاشیه رانده شده گامی تاریخی برداشته، جامعه کویر و ترنس ایران بیش از پیش مصمم است که در کنار سایر هموطنان خود به شکستن ساختارهای تعصب‌آمیز ادامه دهد و سال به سال شاهد جامعه‌ای آگاه‌تر و پذیراتر باشد. در دیدگاه با شادی امین، پژوهشگر حقوق بشر از آلمان، درباره تشکل‌های کویر ایرانی و نسبتشان با جنبش مهسا گفتگو می‌کنیم. خانم امین، چرا جنبش زن زندگی آزادی در شنیده شدن صدای اقلیت‌ها و در حاشیه مونده‌ها مؤثر بوده؟ چه ویژگی‌هایی در این جنبش اون را از جنبش‌های اعتراضی پیش از خودش متمایز می‌کنه و باعث جلب تفکرها و گرایش‌های متنوع میشه؟ من سلام می‌کنم به شما و شنوندگان برنامه دیدگاه. ببینید، اگه بخوایم برگردیم به یک سال نیم گذشته، ما می‌بینیم که یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در فضای مجازی صورت گرفته این بوده که آیا الان وقتش هست که به موضوع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به ویژه موضوع همجنسگرایی بپردازیم یا نه؟ دلیل این امر این بوده که جنبش زن زندگی آزادی به نظر من رابطه بسیار مستقیمی داره از درک ما از آزادی تن، آزادی بدن، که با مسئله آزادی پوشش گره خورده. خب این بحث ها در بطن این جنبش راه افتاد و البته که فعالیت های ما و فعالیت های کل جامعه جوتی در داخل ایران مؤثر بود در اینکه این صدا شنیده بشه. در واقع جامعه جوتی اومده بود در جنبش زن زندگی آزادی میگفتش که وقتشه که به حقوق ما هم رسیدگی بشه. شکلی یک سری جریانات یا الترناتیوهای مختلف، منشورهای مختلفی که داده شد این مسئله رو تشدید کرد. در واقع جامعه LGBT می گفت اگر در جنبش 88 به ما پرداخته نشده، اگر در آبان فرصتی برای طرح مطالبات مشخص نبود و این اعتراضات به سرعت سرکوب شد، امروز که ما امید بیشتری داریم و موضوع زنان، موضوع بدن، موضوع حجاب، موضوع آزادی پوشش در دستور کاره، چقدر بد موضوع زندگی ما و آزادی انتخابمون در کنار این جنبش و مطالباتش مطرحه. این رو در حضور جامعه جیمیتی و مشخصا نماینده از شش رنگ بر روی تریبون تظاهرات بزرگ 20 اکتبر داریم تا در بند 4 منشور 20 نهاد سیاسی مدنی در ایران که از حقوق جامعه جیمیتی حرف میزنن، تا بسیاری جاهای دیگه و من جمله اتفاقاتی که در خارج از کشور افتاد، کسانی که در تظاهرات و اعتراضات داخل ایران شرکت کردن و متعلق به جامعه کویر بودن، اعتراضاتی که خود بچه‌ها با گرفتن پرچم شیشنگ در خیابان‌های تهران حضور خودشون رو اعلام کردن و عکسایی که فرستادن، من فکر می‌کنم عکس اون بوسه‌ای که در مقابل میدان آزادی نمایش داده شد و تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد، همه اینها نمونه هایی است که نشون میده که جامعه LGBT در این جنبش به طور مشخص امید داره و امید داشت که حقوقش مطرح بشه و بدون رسیدگی به این حقوق نمیتونه این جنبش ادعای دموکراسی و آزادی‌خواهی برای همه رو بکنه. پذیرش وجود تفاوت بین انسان‌ها و تنوع گرایش‌های جنسیتی در جامعه‌ای مثل ایران تا چه اندازه به ساختارهای حکومتی مربوطه؟ خانم امین، نقش ساختارهای سنتی جامعه و مذهب رو در این بین چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، ساختارهای سنتی توی جامعه یا مذهب رو که میگیم به هر شکل یک سیستمی در حفظ و بازتولیدش نقش بازی میکنه. دولت جمهوری اسلامی مشخصا در رد تفاوت میان انسانها، در نفرت پراکنی علیه انسانهایی که به نظرش علیه این مناسباتی هستن که اونها روش سوار هستن، در واقع نقش بسیار مهم میداره. جمهوری اسلامی در تمام این یک سال نیمه گذشته هم نفرت پراکنی شدیدی
علیه جامعه LGBT به پیش برده، من جمله این که بگه که جنبش زن زندگی آزادی ظاهراً برای حقوق زنانه، در پایان میخوان موضوع همجنسگرایی رو آزاد بکنن. بله، ما میخوایم موضوع همجنسگرایی و آزادی گرایشات جنسی رو مطرح بکنیم و اینها در واقع از تابوهای اجتماعی سعی میکردن استفاده بکنن برای اینکه جامعه رو علیه جامعه LGBT بسیج بکنن. اصل قضیه اینه که جامعه میتونه از دموکراسی حرف بزنه، از تعامل بین انسان‌ها حرف بزنه که تفاوت بین انسان‌ها رو چه به دلیل رنگ پوست، نژاد، مذهب، شیوه تفکر، سن و همه اینها بپذیره و در این بین طبیعتاً تفاوت بین گرایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی هم یکی از اونهاست که من امیدوارم جامعه ایران یاد بگیره باهاش کنار بیاد. خانم امین، در بیانیه تشکل رنگین کمانان ایرانی اشاره شده که تفاوت‌های انسان‌ها باید فرصت ایجاد کنه برای شکوفایی بیشتر جوامع، نه بهانه‌ای باشه برای سرکوب و تبعیض. به زعم شما این رنگارنگی و تنوع چطور میتونه در شکوفایی جوامع نقش ایفا کنه؟ ببینید، در کشورهایی که درک کردن این تنوع رو به عنوان یک منبع قدرت استفاده میکنن، از نمایندگان مجلس شما بگیر تا موقعیت‌های بسیار مهم حکومتی و دولتی یا در علم و صنعت، از دیدگاه‌هایی که پیشینه‌های متفاوتی دارن، برای اینکه شما بسته به آنچه که در چه جامعه‌ای بزرگ شده باشین، چگونه فکر کردین، با چه چالش‌هایی روبرو شده باشین و برای حل اونا اقدام کرده باشین، توانایی های متفاوتی رو و تجربه های متفاوتی رو با خودتون میارین به اون کاری که میکنین. ما فکر میکنیم هم حضور زنان در تمام این سالها، ما سرش حرف زدیم، در عرصه سیاست و در حل مسائل جامعه پرسپکتیو و بینش جدید و متنوعی رو ایجاد میکنه، به دلیل شیوه اجتماعی شدن زنان، به دلیل توانایی های متفاوتی که دارن و کمتر جدی بهش نگاه شده. در مورد جامعه LGBT یا جامعه رنگین کمانی ایران یا جامعه اقلیت‌های جنسی هم همینه. در واقع ما تبعیض‌هایی رو تجربه کردیم، ایده‌هایی داریم برای دموکراسی، نوعی به تفاوت‌ها نگاه می‌کنیم که فرق می‌کنه. همونطور که در مورد اقلیت‌های اتنیکی این مسئله هست، هر چی شما بتونید بیشتر اونها رو دخالت بدین، در واقع تنوع بیشتری از توانایی‌ها رو می‌تونین ازش استفاده بکنین، به جای اینکه اون رو سرکوب بکنین و با تبعیض بر اون جامعه اونها رو به حاشیه برونین. این اون فرمولیه که جوامعی که موفق تر بودن ازش استفاده کردن، جوامعی که این گروه های اجتماعی رو قلقم میکنن، سرکوب میکنن و اجازه نمیدن که توی در واقع قدرت سعیم بشن. این قدرت، حالا چه قدرت اقتصادی، چه قدرت سیاسی و اجتماعی هست، معمولا از یک توانایی عظیم این قشر محروم میشن. این اون نکته ایست که ما در این بیانیه روش تاکید کردیم. در بخش دیگری از این بیانیه خانم امین به حجم گسترده جراحی‌های اجباری برای بازتایید جنسیت اشاره شده. کمی در این باره برای شنوندگان دیدگاه لطفاً توضیح بدید و بفرمایید عواقب و پیامدهای این جراحی‌ها برای افرادی که به اجبار به اونها تن میدن چیه؟ ببین، متاسفانه ما آماری نداریم که کسانی که عملهای تطبیق جنسیت یا تغییر جنسیت را انجام میدن پس از این عملها چقدر رضایت دارن و چقدر نارضایتی دارن. تا جایی که میدونیم از برخی از خاطرات پزشکان یا مصاحبه‌هایی که کردن میدونیم، بسیاری از این افراد بعد از این عملها به دلیل اینکه استاندارد پایینی هم داره، به دلیل اینکه انتخاب و آزادی انتخاب اونطور که ما درک میکنیم وجود نداشته و بسیاری مجبور شدن به این عملها تن بدن، عواقب بسیار مخرب روحی براشون داره. ما خودکشی‌های زیادی رو تو این رابطه می‌بینیم، همینطور عدم پذیرش اجتماعی رو می‌بینیم. یعنی در واقع عملهای جراحی سخت رو انجام دادن ولی همچنان از سوی جامعه ترد میشن و مجبورن منزوی زندگی بکنن یا با گذشتهشون وداع بکنن، که این بسیار سخت است برای همه. در واقع عدم پذیرش اجتماعی همچنان روح این انسان‌ها رو آزار میده و محرومشون می‌کنه از آموزش، از بهداشت، از شغل و همه اینها. اینها موضوعاتی است که متاسفانه در سیستم سانسور زده رسانه‌های ایران ازش حرفی زده نمیشه. خانم امین، به نظرتون برای بالا رفتن سطح آگاهی عمومی درباره بیان جنسیتی کویر و ترنس چه کارهایی میشه انجام داد و تشکل‌های موجود و فعالیت‌هاشون رو تا چه حد تاثیرگذار میدونید؟ ببینید، ما فکر میکنیم که مهمترین موضوع اینه که خود بچه‌ها، خود افراد جامعه LGBT به این خودآگاهی برسن که خودشون رو بپذیرن، از حس گناه فاصله بگیرن، از حس این که
بیمار هستن یا منحرف هستن فاصله بگیرن، در واقع با این دیدگاه عمومی که جامعه داره تحمیل میکنه که اینها خودشون رو غیر عادی بدونن فاصله بگیرن، در وهله اول خودشون رو بپذیرن تا بتونن اساساً با قدرت زندگیشون رو ادامه بدن. در نکته دوم مسئله جامعه هست، از پدر مادرها تا معلمین تا مسئولین بهداشت و درمان، همه جا بدونن که با این انسان‌ها موظفن با رعایت حقوق بشرشون روبرو بشن، از تحقیر و اعمال تبعیض بر اونها دست بردارن. برای این کارا ما طبیعتاً در ششنگ مشخصاً و دوستان دیگه در تشکل‌های دیگه، دوستان سیمرغ در کانادا و بقیه تشکل‌ها تلاش کردیم. ششنگ چند روز پیش 14 ساله شد، تلاش کردیم تو این 14 سال آگاهی عمومی رو بالا ببریم. ولی من فکر می‌کنم بسیار مهمه که همین مصاحبه‌ای که شما الان انجام دادیم، بسیار مهمه که در رسانه ها حضور داشته باشن این افراد، چرا که وقتی یک جوان 14 15 16 ساله در ایران نشسته و هیچی نمیدونه راجع به خودش و حس میکنه تنها آدمیه که داره این گرایش و یا هویت جنسیتی متفاوت هست، بتونه ببینه که نه کسان دیگه ای هم هستن، پذیرفته میتونن بشن و همه اینا موضوعات مهمیه که ما داریم انجام میدیم. ایجاد تشکل، کمک و همیاری به هم دیگه و گفتن از این روایت ها و شکستن این جو سانسوری که در ایران وجود داره برای جلب همدلی جامعه برای جامعه LGBT. من فکر میکنم که این بیانیه‌ای که ما دیروز در رابطه با افراد ترنس دادیم برای یادروز افراد ترنس شروع بسیار خوبی است برای همکاری تشکل‌های LGBT با هم دیگه و امیدوارم این همکاری ها ادامه پیدا کنه و انعکاس رسانه‌ایش باعث بشه که مردم به رفتار و کردار خودشون در تو جامعه LGBT بیشتر فکر کنن و افراد سیاستمدار و تاثیرگذار بتونن در خط و مشی خودشون حقوق این جامعه رو بگنجونن. ممنون از همراهی شما. شادی امین، پژوهشگر حقوق بشر از آلمان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.